نابز بازار های مالی دوستان خوب و تماشایان خردمند سلام و وقت شما خوش امروز سهشنبه هفتم ژانویه سال 2014 میلادی است مطابق معمول سهشنبه شب ها و در این ساعت به برنامه نبز بازارهای مالی نگاه می کنید که برنامه است خبری آموزشی و تحلیلی و از ابتدا یادآوری کنیم که در انتها همه مطالب آن محض اطلاع است و برای اطلاع محض همینطور که مستحضر هستید به خاطر گرفتاری های کاری که پیش اومد بر خلاف روال هر سالمون که برنامه ها همیشه تا آخر دسامبر هم ادامه خواهد داشت یعنی همه ماه های سال هست به استثنای دو هفته معمولا که در طی ایام تابستان این برنامه تعطیل هست امسال به خاطر گرفتاری های کاری و سفرهایی که به طور اجبار برای من پیش اومد متاسفانه مجبور شدیم در ماه دسامبر برنامه ها را تعطیل کنیم و به نتیجه الان چند هفته ای میشه که این برنامه تعطیل بوده و مجددا از امشب به روال عادی خودش برمیگرده در همان روزها و ساعت هایی که از قبل این برنامه به طور زنده پخش میشد و تکرار میشد برنامه امشب را مثل همیشه با پرسه ای در اخبار شروع میکنیم متا مراتب این بار جنبه خبری نداره یک میشه گفت تحلیل گونه ای است بر بانک مرکزی آمریکا فدرال ریزه و ریاست جدیدش که خانم جنت یلن باشه صحبتی راجع به اون خواهیم کرد چون خیلی ها منتظرم بدونن که آیا انتصاب ایشون به این مقام چه تغییراتی در سیاست بانک مرکزی ایجاد میکنه توضیحی میدیم که اصلا داستان چه قرار هست و چه نقشی این فدرال ریزرو بانک اصلا در سیستم آمریکا داره بعد از اونجا که سوالات خیلی خیلی زیادی مطرح شده سر اینکه امسال اوضاع اقتصادی چه خواهد شد بازار چه خواهد شد بر سر فلزات قیمتی چه خواهد اومد دلار آمریکا چی میشه و و و مجموعه سوال های متنوع و گسترده ای است که از طرف بینندگان عزیز این برنامه مطرح شده در طی این مدت قیبت این برنامه که از این هفته سعی میکنیم کنیم ذره ذره به این مسائل بپردازیم در بخش دوم برنامه سود و سرمایه به اسم جاده های سر راه و بالاخره اگر فرصتی دست داد در بخش پایانی برنامه کلام آخر هم چند کلمه ای راجع به سرمایه ها و پورتفولیو های مختلفی که دفتر نبز بازارهای مالی تهیه و تدارک دیده باتون با صحبت خواهیم کرد با این تفاصیل میریم سراغ بخش اول برنامه امشب. دوستان عزیز همینطور که میدونی دیروز بالاخره خانم جنت یلن به سمت رئیس جدید فدرال ریزر بانک یا بانک مرکزی آمریکا منصوب شدن و رأی آوردن توی سنا و از اول فوریه در واقع کارشون ایشون شروع میکنن سوالات خیلی زیادی است که آیا جابجایی که در سطح ریاست بانک مرکزی آمریکا صورت گرفته در سیاست های پولی چه تاثیراتی خواهد گذاشت آیا تغییراتی خواهد کرد نسبت به دوران برنانکه یا مسیر جدیدی انتخاب خواهد شد به همین دلیل گفتیم یه توضیحی بهتون بدیم چون خیلی ها دوچار این اشتباه هستند و فکر میکنند که فدرال ریزر بنک یک مؤسسه دولتی است در صورتی که کاملا یک مؤسسه خصوصی و در واقع کارتلیست از بانک های بزرگ و خصوصی آمریکا. میدونید که به امپراتوری روم اسم اصلیش که همیشه از صحبت میکردن بهش میگفتن امپراتوری مقدس روم The Holy Roman Empire بعد ولتر نویسنده و متفکر معروف فرانسوی راجع به اون گفته بود که نه امپراتوری بود و نه رومی بود و نه مقدس فدرال ریزرو بنک هم نه فدرال هست نه ریزه در کار هست و نه کار بانک ها انجام میده که حالا اشاره میکنم همونطور که گفتم فدرال ریزه بنک در واقع یک کارتلیست از بانک های و مؤسسات مالی خصوصی در آمریکا که اولین بار در جلساتی کاملا مخفی سری و محرمانه که در نوامبر سال 2000 هز... در نوامبر سال 1910 در ایالت جورجیا مذاکراتی پیرامونی صورت میگیره هیچ کس را هم غیر از خودشون به اون جلسات راه نمیدن و تا به امروز هم هیچ کس خبر نداره پشت درهای بسته و در میان صاحبان سود و سرمایه و محافل بزرگ مالی و بانکی در اونجا چی گذشت کسی که این جلسه را دعوت میکنه آدمی بود یک سناتری بود از ایالت رود آیلند به اسم نلسون الدریچ که بعدها دختر خودش هم با پسر جان دی راکفلر در واقع ازدواج م... با جان دی راکفلر ازدواج میکنه افرادی که دعوت شده بودن به اونجا یکی آدمی بود به اسم هنری دیویدسون که در واقع شریک تجاری مورگان بود مورگان یکی از بزرگترین بانک های آمریکا بود معروف ترین بانک آمریکا بود هنوزم به صورت جی پی مورگان به کار خودش ادامه میده معاون وزیر خزانه داری آمریکا بود ابرام اندرو بود که باز خودش دوستان نزدیک جی پی مورگان بودن چارلز نورتون بود که رئیس فست نشنال بنک نیویورک بود و اون جلسه شرکت کرده بود بنجامین سترانگ باز خودشی که دیگه از دوستان مورگان بود و رئیس بنکر تراست توی آمریکا آدم دیگری که اونجا بود فرانک وندر لیپ بود فرانک وندر لیپ در واقع رئیس سیتی نشنال بنک بود توی آمریکا و بالاخره از افراد مهمی که تو اون جلسه بودن یک تبعه آلمانی بود به اسم پال واربرگ حال اینها تشکیلاتی رو درست میکنن یا در، بهتر بگم در اون سال 2010 مقدمات تشک... پیریزی تشکیلاتی رو میگیرن که بعدها میشه همین چیزی که امروز بهش میگن فدرال ریزر بنک به حال در تاریخچه اون تو این است که دو تا جنگ جهانی راه انداختن اینها چندین و چند رکود اقتصادی را در دنیا و در آمریکا سازماندهی کردند و به اضافه کارهای دیگه و کارشون این است که دائما با پولی که از مردم به صورت مالیات گرفته میشه بانک های بزرگ را از ورشکستگی و گرفتاری نجات بدن متاقب صحبت ها و مذاکراتی که به طور مخفی توی جورجیا صورت میگیره در روز 23 دسامبر سال 1913 به طور قانونی یعنی در واقع با تصویب کنگره سرنوشت پول آمریکا را در همین تشکیلاتی معروف شد به اسم فدرال ریزر بنک در واقع به عهده می گیرن. و این نکته خودش حائز اهمیت بسیار زیادی است کما اینکه بران روتشیلد که یکی از معروف ترین بانکدارها و فینانسیرهای معروف اروپا بود یک بار گفته بود که شما سرنوشت پول یک کشور را بدین دست من هر کس میخواد اونجا شاه بشه وزیر بشه نخست وزیر بشه هر که هر مقامی درش میخواد بگیره مهم نیست سرنوشت پول که دستتون باشه جامعه و کشور رو میتونید کنترل بکنید در واقع و بنابراین همین یکی دو هفته پیش که 23 دسامبر بود سال 1913 در واقع صدومین سالگرد تاسیس فدرال ریزر بود این که گفتیم نه فدرال است به دلیل این است که اصلا این مؤسسه دولتی نیست یک مؤسسه ای کاملا خصوصی منتها در انظار و عمومی لباس دولتی بهش پوشوندن و گردانندگان این مؤسسه به هیچ مقامی و هیچ کسی در آمریکا جوابگو نیستند. شما تو این مملکت میتونید رئیس جمهور کشور را کنگره بخواد ازش سوال کنه توضیح بخواد تنبیه کنه اگر لازم باشه و کارهای مختلف رئیس سی آی ای را میتونن دعوت کنن ازش سوال کنن و محاکمش کنن رئیس اف بی آی را میتونن باش این کار بکنن ولی هیچ از حق نزدیک شدن به مقامات مسئول فدرال رزرو را نداره و هیچ قدرتی در امریکا وجود نداره که بتونه اونها رو مؤاخذه کنه یا ازشون سوال کنه یا درباره کارهایی که میکنن توضیح بخواد جلساتی که معمولا میبینید توی کنگره تشکیل میشه و رئیسه بانک مرکزی میرن اونجا در واقع بیشتر جنبه سوال کردن و حالت نمایشی داره در واقع وگرنه به طور عملی فدرال رزرو به هیچ کسی پاسخگو نیست رزرو هم نیست چیزی رو رزرو نمیکنه هدف اصلیش این است که پول چاپ میکنه تا بتونه مؤسسات و بانک مالی و بانک مختلف رو هر زمان که دچار گرفتاری میشن از طریق پولی که از مردم تلکه میکنن به صورت مالیات در واقع نجات بدن بانک هم نیستن چون کار بانک ها به طور عمومی این است و سنتا بانک کارش اینه که در هر جا کار میکنه سعی میکنه که نیازهای مردم حالا اگر افراد بیزنس مثلا بیزنسی دارن برای رسیدگی به اوزه احوال بیزنس ها افراد به طور خصوصی احتیاج به کردیت یا وام دارن یا هر چیز دیگری در واقع بتونه با در اختیار قرار دادن کردیت و اعتبار به مؤسسات مختلف اقتصادی بیزنس باشه افراد باشه کمک کنن تا اموراتشون راه بیفته ولی فدرال ریزرو هیچ کدوم از این کارها رو در واقع نمیکنه. هدف نهایی فدرال ریزرو در واقع این هست که بتونه هژمونی یا سرکردگی دلار را در عرصه بین المللی به منزله ذخیره ارزی جهانی یا ریزرو کارنسی در واقع حفظ بکنه و هرگاه احساس کنه که هر کسی در هر جایی و به هر دلیلی تلاشی بخواد صورت بده که بخواد این جایگاه را از دلار آمریکا بگیره یعنی موقعیتش را به منزله ذخیره ارزی جهانی متزلزل یا مخدوش بکنه به شدیدترین وجهی به سراغش میرن و تنبیهش میکنن و نابودش میکنن نمونه های اخیرش همه تو که میدونید صدام حسین بود برخلاف ادعاهای دروغینی که میکردن اما هم, هم میدونستن صحبتی از سلاح های کشتار جمعی و غیر روزالک نبود صرفا به خاطر این بود که صدام حسین تصمیم گرفته بود که پول نفت خودش را به جای دلار آمریکا به یورو بخواد که دیدید چه بلایی سرش اومد نفر بعدی که همچین حوثی به کلش زد قذافی بود که پیشنهاد کرده بود که بیان کشورهای صادر کننده نفت و خود لیبی پول نفتشون را به جای اینکه به دلار آمریکا بگیرن به طلا بگیرن همین هم باعث شد که کسانی که تا چند هفته قبل از این که ایشون این صحبت رو بکنه از دوستان نزدیکش بودن پسر قذافی که به آمریکا اومده بود روی یوتیوب هم ویدیوش هست میتونید ببینید خانم کلینتون که اون وقت وزیر خارجه ای آمریکا بودن گفت که با یه افتخار من است که در کنار ایشون ایستادم سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه کسی بود که 300 میلیون یورو پول گرفته بود از غذافی برای مبارزات انتخاباتی خودش ولی به خاطر همچین شرایطی و همچین پیشنهادی که داده بود رفتن و اون بلا سر مردم لیبی آوردن در واقع که امروز میبینید در چنگال تعداد زیادی از تروریست ها و آدمکش های القاعده مردم لیبی دارن زیر دست و پای اونها لک میشن در واقع و بالاخره اون جنبولک بازی که سر ایران راه انداخته بودن به بهانه واهی و دروغی که ایران در پی ساختن بمب اتمی هست الان در آخرین مذاکراتی که صورت گرفته با اینکه مذاکرات ظاهرا سر مسئله انرژی هستی بوده ولی یکی از مفاد قرارداد این است که ایران نمیتونه نفت خودش را به طلا بفروشه و برای فروش نفت باید از دلار استفاده بکنه در واقع به هر حال در ضمن این فدرال رزرو یک عالمه مخارج عجیب و غریب داره یعنی مخارج خرج میتراشن اینکه پول بگیرن کارهایی که خود دولت میتونه با هزینه های بسیار بسیار ارزان و ناچیز انجام میده بده میرن و مجبور هستن که پول های خیلی گذافی به فدرال رزرو بدن تا اون کارا فدرال رزرو در واقع براشون انجام بده برای اینکه این پول رو به جور بکنن در آمریکا تا قبل از اینکه این, فدرال رزرو بانک به اصطلاح درست بشه مالیات بر درآمد این کام تکس وجود نداشت ولی که برای اینکه بتونن پول جور کنند برای این مؤسسه یک قانونی سر هم میکنن در همون سالها به اسم این Income تکس اکت یا قانون مالیات بر درآمد که اونم در فوریه سال 1913 تصویب میشه و از اون وقت به بعد از که اداره مالیات به اشکال مختلفی مردم رو در واقع هر چی در میارن هر کس تو هر بیزنسی هست و هر جایی کار میکنه و حقوق میگیره سر ماه یا هر دو هفته بار که حقوقش رو بهش میدن می بینی که قسمت عمده درآمدش را به صورت مالیات ازش گرفتن همین مالیات ها و همین پول هاست که جمع میشه و اون وقت موقعی که گلمند سکس تو مخاطره میفته بانک و امریکا دوچار اشکال میشه برنشتنز گیر میکنه از پول مردم به کمک مؤسسات مالی میرن در واقع در تاریخ آمریکا فقط یک بار یکی از رؤسای جمهور آمریکا هوس کرد و در واقع جرأت کرد بهتره بگم که بخواد کارهایی که کارهایی رو که فدرال ریزرو میکرد و خود دولت میتونه انجام بده تصمیم گرفت خود دولت انجام بده و فدرال رزرو بانک رو در واقع دور بزنه و با اونها کار نکنه اونم رئیس جمهور بسیار معروف آمریکا آقای جانف کندی بود ایشون در چهارم جون سال 1963 به وزیر داری خودش دستور میده که 4 میلیارد و 300 میلیون دلار پول چاپ بکنه منتها فدرال رزرو دور بزنه یعنی به جای اینکه از فدرال رزرو بخوان که این پول رو چاپ کنه کندی از وزیر خزانه داری خودش خواست که اونها برن این پول رو چاپ کنن و آماده کنن همین تصمیم که گرفت کافی بود که تقریبا میشه گفت که پنج ماه بعدش که میشد اواخر نوامبر سال 63 در دالاس رئیس جمهور آمریکا به تیر غیب گرفتار شد و همونجا کلکش کندن و از اون وقت به بعد دیگه هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا جرأت نکردن که بخوان این امتیازات و اختیاراتی رو که فدرال رزرو داره در واقع ازش بگیرن به حال دنبال کردن و سردر از اقداماتی که فدرال رزرو انجام میده چون کاراشون بسیار بسیار پیچیده هست بسیار بسیار غامز هست یه سری حرفهایی رو در انظار عمومی میزنند و ادعا میکنند ولی سیاست های مختلفی رو پشت پرده دنبال میکنند که آشنایی با این سیاست ها و اقداماتی که اینها دنبال میکنند شرط لازم و ضروری هر پسنداز و سرمایه است که بخواهد موفق بشه در واقع یک خبرم که حتما در جریان هستید این بود که در آخرین جلسه ای که مسئولین بانک مرکزی آمریکا تو کمیته معروف به فدرال اوپن مارکت کامیتی تشکیل دادن این بود که اعلام کردن در مورد سیاست کوانتیتیو ایزینگ که هر ماه 85 میلیارد دلار پول را به سیستم تزریق کردند و عملاً این پول‌ها را در اختیار همین بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌ذاشتند چون هدف نهایی این طرح برخلاف ادعایی که میگفتن میخوایم وضع اقتصادی خوب بشه کار پیدا بشه و و و این نبود واقعا هدفشون نجات بانک هایی بود که اگر دولت با پول مردم به کمکشون نرفته بود در سال 2008 همه ورشکست شده بودن و از دور خارج شده بودن منتها در آخرین جلسه اعلام کردن که از این ماه یعنی از همین ماه ژانویه هر ماه 10 میلیارد دلار از این مبلغ را کم میکنن منتهای مراتب هیچ معلوم نیست که واقعا این کار رو بکنن چون آمار و اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده نشون میده دقیقا در همون ماهایی که ادعا میکردن هر ماه 85 میلیون دلار پول رو با سیاست کوانتیتی دیویزی به سیستم تزریق میکنن عملا این رقم این رقم بالای 97 میلیارد دلار بوده منظورم این که بانک مرکزی یا فدرال رزرو در واقع بهتره بگیم که ز... کانال های مختلفی داره و مجاری بسیار متعدد و مخفی و ناپیدایی داره که از طریق اونها میتونه برخلاف سیاست اعلام شده خودش دست به اقدامات دیگری هم بزنه یکی دیگه از نکاتی که تو اطلاعات اخیر راجع به فدرال رزرو روشن شد این که خب همه در واقع سوالشون این بود که این 85 میلیارد دلار پولی که هر ماه اینها میریزن تو سیستم این پول کجا میره الان روشن شده که این پول اکثریتش یعنی در واقع 81 درصد تمام این پول ها هیچ جا نمی رفته. تو خود فدرال ریزرو تو حساب بانک های مختلف می مونده و بانک های مختلف به جای اینکه بیان این پول ها را به مردم به بیزنس های مختلف اسمال بیزنس میدیوم بیزنس به افراد به دانشجوها و و و, و به غیره و قرض بدن و وام بدن تا بتونند امور اقتصادی خودشون را سر و سامان بدن و بتونن برای آینده خودشون برنامه ها و طرحهای مختلف بریزن عملا همونجا میمونده و از طریق خرید اوراق قرضه وزارت خزانه داری بهره میگرفتن البته این بهره همینجوری که نگاه کنیم چیز عجیب و غریبی نبوده دو درصد بوده منتها اگر بدونید که پولی که اونجا خوابیده بوده چند تریلیون دلار پول هست دو درصد چند تریلیون دلار پول خودش رقم بسیار بسیار گنده ای میشه که همه به صورت سود در واقع روانه جیب بانک بزرگ شده و می شده توی آمریکا یکی از دلایلی که همه انتظار داشتن سیاست کوانتیتیتیو ویزینگ با این پولایی که به سیستم تزریق میشه بتونه ایجاد یک تورم زیاد بکنه همین بود چون همچین پولی اگر وارد سیستم اقتصادی می شد یا اگر بشه در آینده مسلما ایجاد تورم خواهد کرد ولی علتی که تورم درست نشده و تورم رو که با شاخص سی پی آی کانسومر پرایس ایندکس در واقع کسی نمیتونه ببینه و هنوز با اینه این است که این پول ها در واقع اونجا میمونده و به جای اینکه ایجاد تورم بکنه یا اینفلیشن بکنه عملا به دیفلیشن و به انقباض اقتصادی در واقع دامن زده مطالب دیگری هم هست منتها وقت کم داریم بنابراین در این قسمت برنامه یادآوری میکنیم که برنامه های تلویزیونی نبز بازارهای مالی مطابق معمول همیشگی هر سه شب شبها ساعت هشت رو به شب به وقت لس از همین کانال به طور زنده پخش میشه و همین برنامه روزهای یک شنبه ساعت پنج بعد از ظهر باز به وقت لس از همین کانال بازپخش خواهد داشت یا تکرار خواهد شد بعد برای دسترسی دیگر دوستانی که در سایر نقاط دنیا زندگی می کنن، از کانال های دیگری هم این برنامه را در اختیار دوستارانش قرار میدیم از جمله موسسه ایرانیان فینانشال تایمز که آدرس اینترنتیشون ایرانیان افتی دات کام هست تمامی برنامه های تلویزیونی ما را هم روی سایتشون میذارن هم روی فیسبوکشون میذارن و هم از طریق خود همین مؤسسه روی شبکه یوتیوب هم قرار میگیره در زم ایرانیان فاننشال تایمز یه صفحه مخصوص داره برای برنامه های تلویزیونی کسانی که با این مؤسسه کار میکنن وکیل حسابدار پزشک و غیر ازاله که اینها را در سا... آی اف تی, تی وی اگر برید آی افتی ایرانیان تایمز تی وی هم تلویزیون همه یک کلمه iftv.com اگر برید تمام متخصصین و کسانی که با این مؤسسه کار میکنند صفحه مخصوص خودشون رو دارند اونجا و میتونید برنامه های اونا رو از جمله برنامه های نبز بازارهای مالی رو اونجا ببینید گذشته از این مؤسسه ایرانی فرنشال تایمز خودشون یه شبکه یه تلویزیونی هم دارند که از طریق جی الویز پخش میشه کانال 175 و غیر از اینکه در طی هفته چند در روزهای هفته در ساعات مختلفی برنامه نبض بازارهای مالی را تکرار می ولی به طور ثابت هر پنج شنبه ساعت شیش و نیم بعد از ظهر برنامه که امشب ملاحظه می کنید هم از طریق همین کانال جی ال شماره 175 متعلق به ایرانی هم تایمز هر پنج شنبه ساعت 6 و نیم بعد از ظهر به طور ثابت تکرار خواهد شد خبر و مطلب دیگری نیست میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب در بخش دوم برنامه امشب هستیم بخش سود و سرمایه با مطلبی تحت عنوان در جاده های سر راه علتی که این عنوان رو انتخاب کردیم برای این برنامه این است که دوستان خیلی زیادی خواستار این بودند که مرور و ارزیابی بشه از اینکه در سال جدید بر سر راه چه خواهد بود اوضاع احوال بازار چه خواهد شد بازار سهام چه خواهد شد اوضاع احوال پرشس متالز یا فلزات قیمتی چه خواهد شد اوضاع احوال دلار آمریکا چی میشه یورو چی میشه ین چی میشه و و و اینها سوالاتی بوده که مطرح شده و سعی میکنیم که به فراخور حال و وقتی که داریم امشب و هفته های آینده در واقع به این برنامه جواب بدیم و ما اینکه در سال نو چه باید کرد این سال نو و سال قدیم و غیر و زاله. اینها در واقع برش های تاریخی دل است که ما برای خودمون درست کردیم آدم ها با این مسائل آشنا هستند و همین دلیلم هم از که میبینید مثلا در فرض کنیم نیوزلند یا استرالیا فکر کنم اون طرفا اونها براشون سال نو شده ولی ماها که اینجا زندگی میکنیم هنوز مثلا سال 2013 بود یا کسانی که تو نیویورک بودن زودتر از ما برای اونها سال نو میشه ولی ماها که اینجا هستیم هنوز نه عقبتر میفتیم هوایی هم بعد از ما تازه سال براشون نو میشه یا مثلا ایرانی ها سال نو دیگری دارند چینی ها نمیدونم ممکنه چیزی دیگری داشته باشن و و و منظورم این که این برش های تاریخی یک انتخاب دل است از طرف جامعه انسانی که هر کس بستگی به این که چه سوابق تاریخی داشته و چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته و چه تصمیمی گرفته برای خودش یک زمانی رو به اسم سال نو انتخاب میکنه منتها استاک مثلا چه میدونم توییتر نمیدونه که الان 2013 است 2014 است اصلا سال وجود داره یا نداره باند کمپانی کوکاکولا خبر نداره که الان چه ماه و چه روز و چه سالی هست اینا سوالاتی است که برای ما پیش میاد بنابراین این سوالی که مطرح میکنید در سال نوچه چه باید کرد همون کارهایی رو باید بکنید که در سال قدیم و سال پیشتر از اون و سالهای قبلتر از اون میکردید <applause> به این مفهوم که مسلما اگر به دنبال پسنداز و سرمایه گذاری بودید هر کس از روشی و متدی حالا یا مستقیما خودش یا با کارشناسی که کار میکرده استفاده میکردن و ازش استفاده میکردن سؤال اساسی در واقع این خواهد بود در واقع میشه اینجوری مطرحش کرد که آیا اون سیستم ها و روش که تا به حال ازش استفاده میکردید یا کرده اید روش های مثبت و به درد بخوری بوده یا نبوده اگر خوب بوده اگر بهتون جواب میداده اگر مثبر به سمر بوده اگر فایده داشته امسال و سال بعد و ده سال بعدم هم باید همون کارها رو بکنید اگر جواب نمیداده و به جوابی که شما میخواستید نرسیدید خب معلومه که باید روشتون رو عوض کنید و روش های انتخاب کنید به این مفهوم میشه گفت که بله آدم در سال نو چه کار بکنه مهمترین کاری که میتونه بکنه این است که به کارنامه پسنداز و سرمایه گذاری خودش نگاه کنه ببینه که آیا این روشی که دنبال میکرده تونسته اونو به مقصد برسونه تونسته به نیازهاش جواب بده تونسته موفق باشه یا نه چون بارها قبلا توضیح دادیم و خاطر نشان کردیم که برای اینکه بدونیم یک پسنداز یا یک سرمایه گذاری موفق بوده به این نگاه نکنید که آیا مثلا هفته پیش ده درصد رفته بالا یا پریروز 6 درصد اومده پایین یا دو هفته دیگه 13 درصد میره بالا یا میاد پایین اینها مهم نیستند در طی هر پسنداز و سرمایه گذاری و در طی راه تلاتوم های مختلف و با, با بالا پایین شدن در واقع سرمایه گذاری که آدم کرده حتما پیش میاد یه امر کاملا طبیعی است چیزی که میتونه به ما بگه که آیا کاری که میکردیم و که دنبال کردیم و سرمایه گذاری که کردیم درست بوده یا موفق بوده یا به درد خور بوده یا نه این است که آیا به مقصدی که میخواستیم تونسته ما رو ببره؟ آیا تونسته هدفی که ما به خاطرش پس انداز یا سرمایه گذاری کردیم برآورده کنه یا نه یعنی فرض کنیم که بنده و شما یا دیگران اومدن برای دوران بازشستی سرمایه گذاری کردن این که از اینجایی که شروع کردن از این نقطه فرض کنیم 20 سال پیش 18 سال پیش 30 سال پیش مهم نیست که شروع کردن برای پس انداز و سرمایه گذاری برای دوران بازشستگی تا امروز یا دو سال دیگه یا پنج سال دیگه که میخوان بازشست و بشن اینکه آیا این سرمایه گذاری موفق بوده یا نبوده بستگی به این نداره که در طی راه چقدر بالا و پایین رفته این سرمایه گذاری گرونتر شده ارزونتر شده کم شده زیاد شده نه مهم این است که روز موعود یعنی روزی که شما بازنشسته شدید یا بازنشسته خواهید شد آیا هدف شما را برآورده کرده آیا تونسته اینقدر براتون پسنداز داشته باشه و سرمایه و پول جمع بکنه که بتونه به نیازهای درآمدی شما در سرمایه در دوران که جواب بده یا نه اگر موفق بوده اگر تونسته این کار بکنه حتما گذاری خوبی بوده اگر نه اصلا سرمایه گذاری خوبی نبوده حتی اگر یک سال 300 درصد هم رفته باشه بالا یا درصد افزایش پیدا کرده باشه اگر تونسته حتی اگر 10 سال پشت سر هم 50 درصد اومده پایین یا رفته بالا هر چیزی اصلا مهم نیست مهم اینه که به هدف شما رسیده یا نه اگر مثلا برای آینده فرزندانتون حالا چه میخواستن برای ادامه تحصیلاتشون سرمایه گذاری کردید یا برای اینکه بتونن شغل آزادی بیزنسی برای خودشون داشته باشن باز با همین معیار به سرمایه گذاری نگاه کنید یعنی روزی که فرزند شما آماده رفتن به دانشگاه و کالج میشه آیا این پس اندازها و سرمایه گذاری که کردید به اندازه کافی تونسته سرمایه در اختیار شما قرار بده که بتونید بچه خودتون را مخارج دانشگاهی شهری و بقیه مخارج زندگیش رو تأمین بکنید یا نه یا پول به اندازه کافی جور شده که اگر خواست بیزنسی برای خودش راه بندازه و شغل آزاد داشته باشه بتونه این کار را بکنه یا نه اگر تونسته و این نیاز رو برآورده کرده سرمایه گذاری بسیار خوبی بوده حالا در طی راه بالا و پایین شدن، تلاطم کم و زیاد شدن امر کاملا طبیعی است که در هر مقوله پسنداز و سرمایه گذاری پیش بیاد. با همین معیار، با همین مقیاس، با با همین محک به بقیه پسندها و سر و سرمایه گذاری های خودتون نگاه کنید. چه برای کسب درآمدهای ثابت بوده، چه برای دوران بازشستگی بوده، چه نمیدونم برای این سرمایه‌تون رشد کنه بوده، چه خواستید هر هدفی که داشتید اگر شما رو به هدف رسونده سرمایه‌گذاری خوبی بوده اگر نه سرمایه‌گذاری بسیار بدی بوده حتی اگر در میانه راه افزایش های چشمیر هم داشته باشه یا نداشته باشه اونها اصلا مهم نیست بنابراین برای اینکه در سال 2014 چه بکنیم روش ها و متود های خودتون رو بررسی کنید ببینید که آیا روش ها و متود هایی که ازش استفاده کردید مؤثر بوده تا به حال در طی چند سال گذشته شما را به هدفتون نزدیکتر کرده یا دورتر کرده در صورت نزدیک شدن به هدف روش خوبی بوده ادامهش بدید اگر نه اون وقت باید در روش و متد خودتون در امر پسنداز و سرمایه گذاری تجد نظر بکنید و ما در مورد بازار سهام که امسال یا حالا امسال حداقل و یکی دو سال آینده چه خواهد شد اگه خاطرتون باشه اواخر سال 2012 و اوایل سال 2013 بسیاری از صاحب نظران مالی آدمایی مثل مارک فیبر مثل دیوید روزنبرگ مثل روبینی های نوری روبینی و چند نفر دیگه هر وقت تو اون اواخر سال 2012 و اوایل 2013 ازشون مطلبی بیخوندید یا مصاحبه ای می میدیدید همگی تاکید میکردند که در سال 2013 بازار سهام کرش خواهد کرد کرش بسیار بدی خواهد کرد حتی می میگفتن از کرش و سقوط سال 2008 هم بدتر خواهد بود اگر اولین برنامه ما را در سال 2013 یعنی در جامعه 2013 خاطرتون باشه ما در همونجا این نظریه را رد کردیم و گفتیم برعکس اینطور نخواهد بود و به دلایلی که در همونجا ذکر کردیم مدعی شدیم که امسال یعنی سال یعنی پارسال دارم حرف میزنم امسال یعنی منظورم سالی که گذشت در جامعه 2013 داریم صحبت می کنیم گفتیم که بازار سهام وضعیت خوبی خواهد داشت و ارزیابیمون این بود که دا جونز به حوالی 17 هزار خواهد رسید امسال سال که تموم شد سال 2013 که تموم شد شاهد بودید که بازار نه تنها کرش نکرد بلکه خیلی هم نزدیک شد به جایی که ما تعیین کرده بودیم 16500 و, و تا همچی چیزی بازار بسته شد که فوق نزدیک بود به ارزیابی که داشتیم و اما میمونه از اینجا به بعد چه خواهد شد و آیا امسال وضعیت بازار سهام بهتر میشه بدتر میشه هنوزم میدونید که الان تعداد زیادی هستن که معتقدن اون کرش و سقوطی رو که برای پارسال صحبتش میکردن امسال حتما صورت خواهد گرفت و دائما دارن به همه توصیه میکنن که هر چی دارید ندارید بفروشید از بازار سهام دور بشید چون زمان سقوط بازار سهام خواهد بود منتهای مراتب باز میگم که من این نظر رو باید بگم در شرایط کنونی قبول ندارم و به فرض عدم وقوع یک بلای آسمانی و ناگهانی بلای آسمانی و ناگهانی منظورم اقدامات و اتفاقاتی است که ممکنه صورت بگیره این روزا متاسفانه برخلاف گذشته های خیلی دور که مؤسسات و شرکت های مالی و غیر مالی و صنعتی اطلاعات مربوط به کمپانی های خودشون را کم و بیش در حد و حدودی که میشد بهشون اعتماد کرد منتشر میکردن در سالهای اخیر اصلا این کار رو هیچ نه تنها اطلاعات روشن و دقیق به مردم نمیدن بلکه عملا اطلاعات غلط میدن مردم را گول میزنند گمراه می‌کنند و واقعیت را به مردم نمیگن و متاسفانه در خیلی از موارد تا زمانی که اوضاع احوال ضربات سنگین نخورده و دردسرهای بزرگ برای مردم و برای اقتصاد درست نکرده مردم از اتفاقات پشت برده با خبر نخواهد شد بنابراین اگر اتفاقاتی داره میفته که با هر سعی کردیم تا به حال نتونستیم پیدا کنیم ازش با خبر نشدیم اونها یه بحث دیگری است بر اساس اون چی که مشهود هست اون که چشم ماست اونچه که میتونیم ببینیم به نظر من امسال هم سال بسیار خوبی خواهد بود برای بازار سهام قبلا هم گفتیم چون خیلی ها اشاره میکنن به اینکه آقا وضع اقتصادی که خراب از بیکاری که هنوز زیاد هست اوضاع احوال بیزنس هم که تعریفی نداره اکثر بیزنس ها حتی در تأمین کرایه خودشون دچار دردسر هستن رنتی که میخوان بدن خیابونا رو که همینطور راه میرید میبینید مثلا تو دوستان جهسال جهیدی هم حتما همینطوره پشت سر هم مغازه ها و بیزنس هایی که بسته شدن هی زدن فور لیس فور لیس فور لیس بنابراین چطور ممکنه تو همچین شرایطی بازار سهام وضعیت خوبی داشته باشه استاک مارکت دلیلش این است که استاک مارکت ربطی به اقتصاد نداره استاک مارکت و با بازار سهام بازار است خاص خودش با قوانین خودش با معیارهای خودش با محکهای خودش و اونطوری حرکت میکنه مهم نیست که در اقتصاد به طور واقعی چه حوادثی داره صورت میگیره قبلا این نمونه رو براتون آوردم یه بار دیگه یادآوری کنیم مثلا میدونید که سالهای دهه سی 1930 اون طرفا یکی از بدترین سالهای اقتصادی بود هم برای دنیا هم برای آمریکا سالهایی بود که بحران بزرگ اقتصادی دنیا را گرفته بود و اینقدر این بحران شدید بود که تا هنوز که هنوز از ازش به اسم بحران بزرگ یا به صلاح اه گریت دیپریشن ازش دارن حرف میزنن نها ولی که تو همون سالها میبینید که از سال 1932 تا سال 1937 یعنی درست در, در سالهایی که اقتصاد و زندگی مردم بدتری شرایط اقتصادی رو داشتن داجون 400 درصد رشد کرد البته احتمال خونه تکونی و کارکشن از الان تا احیانا اواخر جون و دیگه خیلی خیلی بخواد کش پیدا کنه تا حوالی سپتامبر و اکتبر وجود داره یعنی یک خونه تکونی و یک کرکشنی ببینیم که مقداری بازار سهام رو بیاره پایین و حدس من بر این هست حالا این کرکشن یا این خونه تکونی میتونه فردا اتفاق بیفته میتونه دو ماه دیگه اتفاق بیفته میتونه هفت ماه دیگه اتفاق بیفته زمانش اصلا نمیشه تعیین کرد ولی به احتمال خیلی زیاد دیر یا زود قبل از اینکه به آخر سال برسیم این کورکشن صورت خواهد گرفت و مقداری که بازار میتونه بره پایین فکر کنم اولین جایی که ممکنه بره پایین و بیسته دا جونز در 14,687 هست اگر 14,687 بره پایین سپورت بعدی یا تور ایمنه بعدی که داره در 14,373 هست اگر از اونم بره پایین تر دیگه بیشترین حدی که ممکنه بازار بیاد پایین این است که دا جونز به 14030 برسه من فکر نمی کنم دیگه زیر 14000 تا بره حتی بعیدم میدونم به 14030 برسه در همون 14300 400 احیانا تا اونجاها متوقف میشه یعنی کم و بیش حدودا 2000 واحد از جایی که آخر سال دا جونز بوده پایین خواهد رفت ولی اون کارکشن که تموم شد مجددا به دلایلی که در هفته های در هفته های گذشته قبل از اینکه این برنامه برای ماه دسامبر بشه بهش اشاره کردیم و در هفته های آینده توضیح بیشتری خواهیم داد که چرا اینطوری فکر میکنیم ولی حدس ماورین است و ارزیابی ماورین است که این کورکشن که تموم بشه بازار سهام باز مجددا شروع میکنه به رشد کردن و گرچه باز در میانه راه کورکشن و خون تکونی خواهد داشت ولی به احتمال خیلی زیاد در سه سال آینده یعنی تا برسیم به آخر سال 2016 دا حداقل حد اقل به 26578 تا خواهد رسید به 27678 حداقل به نظر من خواهد رسید حالا میگم توضیحات بیشترش رو که چرا اینجوری فکر میکنیم و این ارزیابی رو از کجا آوردیم سعی میکنیم هفته آینده بیشتر سر صحبت کنیم و اینها و اما میرسیم به اون <تصفح> زمینه ای که احیانا سوال خیلی ها هست و بیشترین سوال روی اون متمرکز بوده وضعیت فلزات قیمتی یعنی طلا و نقره است در مورد طلا و نقره و فلزات قیمتی یک بار دیگه باز همه دوستان رو رجوع میدم به چهار برنامه اولی که ما در ماه جون تو این تلویزیون داشتیم اگه خاطرتون باشه فکر کنم سه شنبه یازده جون بود که برنامه های تلویزیونی رو در اینجا شروع کردیم و چهار هفته پشت سر هم و بلا استثنا تماما راجع به وضعیت بازار فلزات قیمتی صحبت کردیم اگر اون برنامه ها را دیدید که چه بهتر اگر ندیدید و تمایل دارید بیشتر با این بازار و شرایطش آشنا بشید و اتفاقات محتمل سر راه بهتون پیشنهاد میکنم که یک بار دیگه لطف کنید و برید و اون چهار برنامه رو ببینید اگرم خواستید این برنامه ها رو ببینید در همون ifttv.com که بهش اشاره کردم میتونید برید اونجا برنامه ها رو ببینید حالا مطالب مفصلی اونجا مطرح شد ولی یه نکته بود که اونجا خیلی روش انگاش گذاشتیم و اونم این بود که گفتیم الان دو دیدگاه در مورد فلزات قیمتی وجود داره یک دیدگاه معتقد است که آینده اقتصاد آمریکا دیر یا زود گرفتار یک دیفلیشن بسیار بسیار شدید و وحشتناک خواهد شد که قیمت طلا رو تا اون 600 دلار پایین میبره در مقابل اون دیدگاه دیدگاه ما هست که ما فکر میکنیم اصلا اینطوری نیست تلزات قیمتی در دوران بول مارکت یا دوران حاد و داغ خودشونو دارن میگذرونن و مثل همیشه مثل همه بول مارکت ها در میانه راه یک دوران خونه تکونی و کرکشن دارن که و تا زمان از پیش هم نمیشه فهمید هیچ متدی و روشی وجود نداره که از پیش بتونه با آدم بگه که این کرکشن و خونه تکونی تو بول مارکت ها چه اتفاق میفته ولی مطمئن بودیم و مطمئن هستیم که اتفاق میفته و کمان که اتفاق افتاد و حتی ما از سال 2001 که شروع کردیم راجع به فلزات قیمتی صحبت کردن اون وقتا که هنوز طلا اونس مثلا 250 260 300 این طرفا بود حتی از همون بد و امر خاطرات دهه 1970 رو باهاتون مرور کردیم که گفتیم در اون سالها هم که دوران خوب فلزات قیمتی بود و یکی از بهترین بول مارکت های طلا و نقره بود اون سالها باز در وسط راه یک دوران کورکشن و خونه تکونی پیش اومد تقریبا نزدیک یک دو سه سالی هم طول کشید و قیمت ها قیمت طلا از جایی که بود 50 درصد اومد پایین و گفتیم اگر این بار هم همچین اتفاقی بیفته کاملا طبیعی و هیچ جای نگرانی نیست به هر حال بر اساس اون ارزیابی هایی که اونجاها صحبت کردیم هنوز که هنوز هست ارزیابی قاطعانه ای ما بر این است که در طی چند سال آینده حد اکثر تا آخر سال 2016 طلا حد اقل به اون سه, سه هزار دلار میرسه و نقره حداقل به اون دلار میرسه گلدن پورتفولیوی ما که با دقت خاصی و با کسب اطلاعات لازم از طریق بلیون بانک های لندن تهیه شده مجموعه ای است که در طی چند سال آینده از همین جا حتی اگر کسی شروع کنه کسانی که با 250 300 350 نرفتن حتی با همین قیمت امروزی هم شروع کنه در سه سال آینده حداقل میتونه حداقل یه سود 350 400 درصدی داشته باشه یا مثال بخوام بزنم هر صد هزار دلاری رو به 400 500 هزار دلار تبدیل بکنه و اینها منتهای مراتب همیشه از روز اولم هم توضیح دادیم هم تاکید میکنیم که کسی که بخواد با پرشز متالز با فلزات قیمتی ترید کنه ترید یعنی که آدم بخره بعد اینجا ذره بره بالا بفروشه و دو دفعه بخره از نو بخره و و و حتما ضرر خواهد کرد پرشز متالز برای ترید کردن نیست برای اینوستمنت هست برای سرمایه گذاری است و اینوستمنتی است که تا بخواد به نتیجه برسه چندین و چند سال وقت لازم داره همینطور که میدونید بازار فلزات قیمتی در واقع باید عمیقا با این بازار آدم آشنا باشه با زیر و خمش با ذرائف و جزئیاتش آشنا باشه وگرنه این نوسانات وسط راه میتونه حسابی کار دست آدم بده و آدم رو به ضررهای ناخواسته در واقع بکشونه برای اینکه هیچ وقت طلا و نقره رو اگر کسی توش سرمایه گذاری کرد یادتون باشه شما ستاک نخریدید مثلا استاک تیوتر نیست فیسبوک نیست اپل نیست که بخواید هی hey, دائم چک کنید ای رفت حالا حالا اومد پا این حالا چی شد چی نشد نه همیشه گفتیم که به این امر اینجوری نگاه کنید که فرزن یک نفر بیاد به شما بگه الان مثلا در سان فرانسیسکو یا در نیویورک یا در فلان جا یه منطقه دورافتاده ای مقادیر زمین وجود داره که 5 6 سال آینده چون قرار است در اونجا مثلا فلان ساختمون ها ساخته بشه یا فلان ادارات برن یا قطار کشیده بشه یا هر چیزی قیمتش میره بالا شما اینو میخرید اون زمین را اگر خواستید 5 6 سال صبر میکنید دیگه تو این 5 6 سال هم هر روز و هر ثانیه ای نمیرید ببینید زمین چی شد چی نشد نه انگار که همچین چیزی نداشتید اونها رو نگه میدارید سر 5 6 سال که قیمت ها رفت بالا اون وقت موقع سود و بهره برداری شماست این یکی و دومم هیچ وقت یادتون نره که راجع به طلا که صحبت می خیلی خیلی فرق میکنه صحبت آهن نیست صحبت مس نیست صحبت مواد غذایی نیست صحبت کمپانی تکنولوژی نیست ما داریم از پول واقعی از ریل مانی داریم صحبت می پول واقعی چه کار می‌کنه؟ یکی از مشخصات پول واقعی این است که در همه زمان و در همه اوضاع احوال قدرت خرید یا پرچسینگ پاور خودش را حفظ می یعنی حتی حتی اگر نظریه کسانی درست حساب در بیاد که معتقد هستند قیمت طلا میره پایین و میرسه به 600 دلار حتی اگر به اونجا هم برسه باز با یک اونس طلا اگر داشته باشید میتونید همون چیزهایی را که امروز میخرید همون چیزهایی را که میتونستید موقعی طلا اونس 1800 دلار بود بخرید همون چیزهایی که طلا اونس 300 دلار بود میتونستید بخرید باز هم با یک اونس طلا قدرت خریدتون ثابت میمونه و از بین نخواهد رفت و حافظ و زامن ارزش پول و پندوخته و پسندازهای شما خواهد بود این خصلت پول را حتما حتما در نظر بگیرید در واقع و متاسفانه وقتمون داره تموم میشه توضیحات بیشتری هم در این زمینه داریم که هفته آینده با صحبت میکنیم فقط میمونه این نکته که آیا تمام کسانی که میرن در بازار فلزات قیمتی سرمایه گذاری میکنن موفق میشن نه برای اینکه تمام کسانی که به این مقوله به صورت ترید و امر موقتی و گذرا و بالا هایی مثل استایک بهش نگاه میکنن اینها حتما ضرر خواهند کرد تنها کسانی سود خواهند کرد و صد در صد و بدون بروبرگرد برگرد و بدون سر سوزنی موفق میشن بدون سر سوزنی ریست موفق میشن و سود آور خواهد براشون که به این مقوله به صورت اینوستمنت و مقوله سرمایه گزاری نگاه کنند در واقع و بعد هم همیشه این مثال براتون زدیم که برخلاف برمارکت ها رو اگر به قطار تشبیه کنین گفتیم یک قطاری که دیویس نفر گنجایش بیشتر نداره در برمارکت دو هزار نفر رو سوار میکنه و این دو هزار نفر رو تا آخر میبره و, و بدبخت میکنه ولی برعکس بول مارکت ها رو اگر به قطار تشبیه کنین این قطار اگر دیویس تا گنجایش داشته باشه آخر سر که به مقصد رسید شاید 20 نفر بیشتر سوارش نباشن 170 نفری که خواستن ترید کنن و با این بازار آشنا نبودن ضرر میکنن و وسط راه پیاده خواهند شد یادتونم نره که فلزات قیمتی دوازده سال تمام در تاریخ بازار سهام در تاریخ اقتصاد سابقه نداشته که هیچ اسد و دارایی دوازده سال و پشت سر هم قیمتش بره بالا و افزایش پیدا کنه بعد از دوازده سال داره یه کورشن به خودش میبینه این کورشن از سپتامبر سال 2011 در واقع شروع شد و به نظر من ذره ذره یا تموم شده تا الان که داریم با هم صحبت می کنیم چون باتم رو نمیشه از قبل تعیین کرد بعد از گذشت زمان میشه فهمید که باتم کجا بوده یا شاید باتم رو پشت سر گذاشتیم و دیگه پایین تر نمیره یا ماکسیموم اگه قرار بشه پایین هم بره دیگه خیلیش نمونده از ذره درصدی چند صد دلار دیگه صد دلار دیویست دلار دیگه ماکسیموم ممکنه بره پایینتر و بعد اون وقت جهش بزرگ را خواهیدی به این مسئله هفته آینده باهاتون مسلما بیشتر صحبت خواهیم کرد مطالب بخش کلام آخر و پورتفولیو هامون که مثل همیشه وقت نشد ولی خب در هفته آینده به همه اینها خواهیم پرداخت بنابراین تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر شب و روز و روزگاران به همه شما خوش بازارهای مالی از دکتر خشایار شجاعتی